رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. جناب علیجانی متشکرم از حضورتون در برنامه. مشخصا این تهدیدهایی که توسط اصولگرایان در حال شکلی و در حال بیان هست به نظر شما با چه هدفی صورت میگیره؟ با سلام. مشکل انتخابات شرکت اصلاح طلبان نیست، مشکل انتخابات عدم شرکت مردمه. علیرضا جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مشهد که شما ازش نقل قول کردین میگه خداوکیلی کشور شبیه پادگان نظامی شده. ببینید من از مخالفین اپوزیسیون فکت نمیارم، از خود اینها فکت میارم. میگه یه نظامی شده وزیر کشور، یکی شده معاون سیاسی، یکی شده استاندار خراسان. حالا جملهش اینه: کشور در حال حاضر در موقعیتی به سر میبره که مردم از مجلس و دولت ناامید شدن. مشکل اصلی حکومت و انتخابات مردم هن، نه اصلاح طلب ها. ببین یه بخشی از کسانی که تأثیر گذارن تو انتخابات تو اقشار پایه معلم ها هستن. شما خب با معلم ها چجوری برخورد میکنین؟ عزیز قاسمزاده یک معلم ملی و تن دوست، شما اومدید یه فهرستی از جرائم براش تراشید، حتی در مراسمایی که شرکت نکرده. بازم از خود نماینده فکت بیارم، احمد علیرضا بیگی نماینده تبریزی مصاحبه مهمی داره با انصاف نیوز، گرایش احمدی نژادی داره، میگه سازمان پیچیده‌ای برای وامدار کردن نمایندگان مجلس شکل گرفته، هر کسی هم یه قیمتی داره. یه فیلمی هست که چند میگیری گریه کنی، این میگه یک چیزی بهت میگیم بگیر برو دنبال کاره. یعنی نماینده‌ای که حالا این مجلس دیگه، بعد یه چیزی میگه واقعا نمیدونم آدم بخنده گریه کنه، میگه ما یه وزیری رو استیزا کردیم، معاون وزیر به من گفت تو باعث شدی خرج ما بره بالا. یعنی به چه باید بعد روز قیامت پاسخگو باشی که خرج ما رفته بالا. حشمت الله فلاحت پیشین نماینده پیشین مجلس میگه مجلس و دولت 20 هزینه جدید به مردم تحمیل کردن، انواع مالیات، عوارض، فیلتر شکن، و میگه این یک بیرحمیه. خب وقتی که مجلس اینجوریه، دولت اینجوریه، نماینده‌ها اینجوریه، خب مردم برای چی باید شرکت کنن؟ بنابراین مشکل شرکت یا عدم شرکت اصلاح طلبان نیست. احمد زیدآبادی یه بار گفت که شما جوری با اصلاح طلبا برخورد میکنید که بردهدار با بردش برخورد نمیکنه، همین طنزی که شما از قول آقای جهان آبادی خوندید. بنابراین مسئله در اینجاست که حکومت اساسا گوشش به ملت بده کار نیست. یه مثال دیگه بزنم، یک آمار منسوب به حوزه علمیت ابراهیم حاجیانی مدیر پیشین افکارسنجی ایسپا اخیرا گفته که 62% مردم مخالف دخالت دولت در حجابن. حتی اونایی که طرفدار حجابن 60%شون، یعنی افراد محجبه، خودشون 60%شون مخالف دخالت دولت هستن، حکومت هستن. حسن بنیان رئیس پیشین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی میگه تنها 19.2% مردان با حجاب، مردان با بیهجابی همسرشون مخالفن. یعنی 20% مردم نیستن که طرف داریم باشن که خانومشو حتما باید این حجاب اجباری رو گوش کنه. پس نه مردم نسبتی با حکومت داره، نه حکومت دلش برای مردم میسوزه، یک مجلس فاسدی که چند میگیری بری کنار توش به وجود اومده. بنابراین طبیعیه که شرکت نکنن. تو اصلاح طلبا البته بخش ظاهرشون در برحال ویترین کسانی هستن که همه میگن ما شرکت نمی کنیم. ممکنه پشت صحنه آدمای فرصت طلب باشن، موقعیت طلب باشن، مصلحت طلب باشن، بخوان شرکت کنن، ولی اونا هم کاری نمیتونن بکنن، چون اونا از مردم ترد میشن، از درون مردم. اگه بخوان به نفع انتخابات موضع بگیرن، خود باهنر اینجا دوم خروسش بیرون زده، میگه سران ناخلف اصلاحات به این نتیجه رسن که آدمایی که مسئله دار نیستن برای انتخابات معرفی بکنن، که تو شورانگران رد نشن. یعنی شما داری یکی رو دعوت میکنی به انتخابات و تو همونجا داری بهش توهین میکنی. متشکرم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودین.